با نام خدا و سلام بر شما به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. وزیران دفاعی کشورهای عضو شانگهای امروز در تاشکند گرده هم آمده و در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این نشست وزیران دفاعی هند و پاکستان نیز حضور یافته بودند. از سوی هم رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید که آمریکا در تلاش است تا کشورهای همسایه افغانستان را متقاعد کند که اجازه دهند یک زیرساخت موقت برای انجام عملیات‌های ضد تروریستی در یکی از این کشورها ایجاد شود. در تحول امشب در همین رابطه بیشتر بحث می‌کنیم، اما در نخست توجه کنید به گزارشی که همکارانم در همین رابطه تهیه کردند. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای دکتر عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل از لندن، آقای مفتی محمد ناصر حقانی، تحلیلگر مسائل نظامی اینجا در استودیو، و همچنان آقای حامد عزیز مجددی استاد پندون تا لحظات دیگر با ما خواهد پیوستن. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. آقای بارز، اجازه بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. تأسیس یک زیرساخت در کشورهای همسایه افغانستان مبنی بر آغاز عملیات‌های ضد تروریستی در افغانستان به چه معنی است؟ اجازه فرمایید عرض سلام داشته باشم خدمت شما مهمانان و بینندگان ارجمند تلویزیون آریانا نیوز. معنای این تشویش رئیس شورای امنیت روسیه یا اعضای در مجموع اعضای کنفرانس شانگهای منظور وزرای دفاعشان است به این است که افغانستان هنوزم به حیث یک زهرنی بحرانی در منطقه باقی مانده و اداره کابل نتانسته در پهلوی این که ثبات و مشروعیت داخلی را کامل بسازه، همچنان تشویش های کشورهای منطقه و جهان مبنی بر حضور تروریستان افزایش پیدا کرده، خصوصا کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان زنگ خطری است و گوش کشورهای بزرگ جهان و کشورهای منطقه که افغانستان میتونه به حیث یکی از لانه های تروریسم در منطقه جایگاهی بی‌ثبات کننده داشته باشه. بناهن آمریکایی ها تلاش دارند که در پهلو این که فرودگاهی را در پاکستان در اختیار دارند، هرچند رسما اعلان نشده ولی اخبار دقیق ما داریم که یکی از فرودگاهایی را که قبلا در اختیار داشتن دوباره در اختیار گرفتن و از اونجا پرواز میکنن. همزمان تلاش دارن که در کشورهای آسیای مرکزی یک پایگاه موقتی را داشته باشن تا بتوانن اهداف مورد نظرشان را در افغانستان تعقیب بکنن. بله، اما سوال که جه وجود داره آقای بارزویی از که فکر میکنین که همچون مورده برای مقامات امارت اسلامی قابل قبول باشه یک بار وقتی که به نحو آمریکا حریم هوایی افغانستان و حاکمیت افغانستان را نقض کرد، دیدیم که در جاده های پایتخت و ولایت مختلف افغانستان مردم دست به راهپیمایی زدن و از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستند که هم به آمریکا بگویند که دیگر همچو کار را انجام نده و دیگر حریم هوایی خودشان را در اختیار آمریکا قرار نتن که همچو حملات را بالای افغانستان انجام بده. ادامه این عملکردها چه واکنش هایی را در داخل افغانستان میتونه در پیش داشته باشه؟ ببینین، اداره کابل پله های مشروعیت را تعیین نکرده که به جهان مهم باشه، به علاوه فرصت های زیادی را در اختیار داشتن بر اساس توافقنامه دوحه عمل میکردن و میتونستن کشورهای جهان را ملزم بکنن به اون توافقنامه. در توافقنامه دوحه قسمی که شما و همه بینندگان میدانند چهار اصل مهم بود. دو اصل مهم که مکلفیت های آمریکایی‌ها بودن اونها اجرا کردن، خروج کامل و آزادی 6000 اعضای طالبان. اما دو اصلی که در اون توافقنامه بلا تکلیف مانده، قطع رابطه اداره کابل با سایر تروریستان جهان هست و همچنین تشکیل یک حکومت همشمول. بناهن ما فکر میکنم بعد از کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان زنگ خطر و گوش تمام قدرت های منطقه و جهان به شمول حامیان سابق اداره کابل به صدا در آمده. در حال حاضر
درست است که مردم به جاده ها برآمدن، حالا اینکه این مردم خودشان آمدن یا سازماندهی شدن یک بحث جداست که او نمیپردازیم. ما میخوایم بگویم که افغانستان حکومتی نداره که اعتراضش در سطح جهانی شنیده شود و ارزش داشته باشه. یگانه راهی که اداره کابل میتونست تاثیرگذاری داشته باشه که به زبان جهان گوش میکرد و تعاملات جهانی پایبند میبود، خصوصا قطع رابطه با تروریستا باید یک شاه کلید میتونه در دستشان باشه. با علاوه اینها رفتار تندروانه اداره کابل در افغانستان، خصوصا در محدود کردن حقوق زنان، بسته ماندن مکاتب دختران، پشت پا زدن با حقوق بشر، آزادی بیان، بله، آزادی رسانه و حقوق اتفاقا فردی، تحلیل مقامات داخلی چیز دیگه ساقای باره است. واضحا میگن که این امارت اسلامی نیست که تفاهم نامه دوحه نقض کرده، این آمریکاست که در سطوح مختلف و در موارد مختلف همواره دست به نقض این تفاهم نامه زده. خب حالا بحث مطرح کردن ادعا تا واقعیت ها تفاوت داره. آنچه را ما بیان میکنم به عنوان یک شهروند افغانستانی مستقل بیان میکنم. اگر طالبان مکلفیت های خود را مطابق توافقنامه اجرا میکردن، طبیعتاً میتونستن حرفشان بیشتر پذیرش داشته باشد در سطح منطقه و جهان. این حرفایی را که من میزنم حرف یک طرف نیست، حرف مستقل هست که نهادهای مستقل جهانی در این مورد بحث کردن، گزارشات مستقل تایید میکنه که هنوزم بیست چند گروه تروریستی به شمول القاعده در افغانستان فعال هست و کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان مهری تایید به این ادعاها گذاشت. سپاسگزار است آقای حقانی، شما را به بحث خوش آمدید میگم. حالا با در نظر داشتین که دور گذشته که یک حمله هوایی در افغانستان از جانب آمریکا صورت گرفت، واکنش برانگیز بود. حالا واضحاً بازم آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان میخواهد که برایشان پایگاه بده تا بتونن همچو حملات باز هم انجام بدن. آیا قابل قبول است برای امارات اسلامی؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد اول از همه احمدی صاحب برای شما و برای تمام بیندههایتان سلام و احترامات خود عرض میدارم. بعدا قسمی که ما شما میبینیم که یگان کشورهای همسایه باز میخواهد که در افغانستان یک سناریوی 2001 را تکرار بکنه و برای امریکایا و بالخصوص کسایی که بر مثال آنها عضوی یا اعضای ناتو میدانند در یکی از کشورهای همسایه ها بر مثال در اوج یک پایگاه نظامی داشته باشد تا عملیات علیه بر مثال بنام تروریسم در افغانستان یا در تقریبا اطراف افغانستان انجام بدهد، اول خویا که به هیچ طریق تقریبا ای چیز قابل برداشت نیست و امریکا باز هم میخواهد که پرمثال افغانستان را در یک جنگ دیگر پرمثال روبرو بکنه، خو هیچگاه در یا هم کامیاب نمیشه باز هم، چرا که اگر هر کشوری پرمثال یک قسم یک کاری را بکنه که این قسم فایگاه ها را به امریکا بده، 100% آنها هم قربانی این جنگ میشه. قسمی که پاکستان برشان در 2001 بر امریکا راه دادن و پایگاه ها دادن، لیکن تا امروز می سوزه و مزهشان می چوشه که در افغانستان حال تقریبا امنیت سراسری وجود داره، لیکن وضعیت که در پاکستان هستن سمره همان اشتباه 2001 هستن. هر کشور دیگری همسایه ما که این قسم یک اشتباه را باز انجام بده، تقریبا مانند پاکستان واری به یک کشوری که فرمثال حداقل در تمام جغرافیایشان نارامی یعنی بیشتر از افغانستان وجود داشته باشد تقریبا مبتلا میشه. بله، اما زیاد ناممکن نیست که همچو کار را دوباره انجام بدن. شاهد از این که وزیر داخلی پاکستان گفت که افغانستان دشمن ماست. یا خو واضح هستن که تقریبا هیچگاه در مقابل افغانستان حسن نیت نداره. ای باید ما شما به ای بدانیم که پاکستان یا افرادشان بالخصوص هدف ماست، پاکستان حکومتشان هستن، قسمی که خودشان افغانستان را دشمن تقریبا ابدی خود خطاب میکنن، لیکن ما هم دشمنای خود میشناسیم. ای تو نیست که فر مثال حافظه ما افغانها ضعیف نیستن، هیچگاه نیستن، هر چقدر معذرت خواهی بکنن یا دیگه بکنن، لیکن افغانها صاحب حافظه هستن، فراموش نمیکنه، هیچ چیز را فراموش نمیکنه. پس اگر باز پاکستان این اشتباه را میکنه
یا کشورهای دیگه بر مثال که همسایه ما هستن این قسم اشتباه را میکنن، به همان معضله یا به همان مشکلی که حال پاکستان روبرو هستن از این قدر یعنی بیشتر روبرو میشه. چرا که پاکستان حالا در یک حالت رسیده وضعیتشان که یعنی هیچگاه قابل برداشت برای وضعیت پاکستان بحث نمیکنیم. آقای حقانی، آقای بارز اشاره کردن که عدم تکمیل کردن پله های مشروعیت در افغانستان باعث شده که همچی یک وضعیت به وجود بیه. یا خب اول یا که گفت مشروعیت و قدرشی نیست به خاطر از امیا که وقتی که در یک جغرافیا یک به اصطلاح یک نظام در اوج حاکم باشه او همان مشروعیتشان هستند دیگه. ای به این معنا نیست که فرمثال در اینجا تقریبا از جغرافیهشان که فرمثال 40 میلیون 50 میلیون و 20 میلیون باشه همیا تمامشان موافق باشه. هیچگاه در هیچ کشوری تو نشده که فرمثال آنها قدشان موافقت داشته باشه و همان حکومت را بر مثال یعنی موافقتشان داشته باشه مخالفت قدشان نداشته باشه. هیچگاه نی همان کفایت میکنه که فرمثال حداقل ملت به اصطلاح یعنی اکثریتشان رضایت داشته باشه، خدا کنه که به یک دلیلشان باشه و خدا کنه که به دلایل مختلفشان باشه. اکثر ملت به خاطر از امیا خوش هستن و راضی هستن که امنیت سرتاسری آمدن. ای به این معنا نیست که پر مثال در شهرها و یگان مشکلات و یگان چیزهای هستن یا نیستن. مهم یاست که در اطراف و اکناف افغانستان چی حالتی بودن و حالا چی حالتی هستن. او مردمایی که 20 سال پر مثال در اطراف و اکناف افغانستان بودن و زیر کدام حالت بودن؟ بله. کدام مظالمی بودن؟ آیا امروز آنها هم ناراض باشه؟ هیچ گانه ایتونیستگ و مردمی که امیال در شهرها هستن فیش یعنی ما شما خو عملا یعنی میشنیدیم میدیدیم و که هر صبح کابل یا شهرها به انفجار شروع میشدن. حال خوی چیزی هیچ چیزی نیستن. بس این به معنای از یانیست پر مثلا یا که هست و قدر مهم هم نیست و مشروعیت داخلی کسایی که مخالفت بیان میکنه که مشروعیت داخلی اصلا یا فکر میکنم که با کلمه مشروعیت چندان بلدیت ندارم. ممنون. ادامه یه تحول را پس از وقت بدامه یه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای بارز، چی فکر میکنین که خواست آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان مبنی بر اینکه که برشون یک پایگاه بته آیا مورد قبول قرار میگیره و کشورهای همسایه حاضر میشن که همچون تعامل را با آمریکا در این شرایط حساس انجام بده؟ تشکر آقای احمدی، سوال خوبی را مطرح کردین. جدا بودیم قبل از این ما به این سوال جواب بدیم یک موضوع دیگر خیلی کوتاه اشاره بکنم. سه کشور بسیار مهم از اعضای اصلی شانگهای چین، روسیه و پاکستان از حامیان دائمی طالبان بود. حالا این اداره کابل چرا از خودشان پرسان نمیکنند که چرا اعضای کنفرانس شانگهای مجبور میشه و وزرای دفاعش بیان در تاشکند جلسه بگیرن و اظهار نارضایتی و اظهار تشویش بکنن از وضعیت امنیتی که در افغانستان جریان داره. این بگمان یک سوال مهمی است که در رابطه با این تحلیل شما یک چیز ما میخوایم اشاره بکنم. بارز صاحب، وقتی که پاکستان واضحا میگن که افغانستان دشمن ماست، چطور میتونیم بگوییم که این کشور حامی حکومت حاکم در افغانستان میتونه باشه؟ خب من نمیخوایم به این بس و جزئیات برم. تمام اسناد معتبر بین المللی و تحلیل های مستقل نشان میده که در 20 سال گذشته طالبان 4 حامی مهم داشتن که پاکستان، چین، ایران و روسیه است. این را نمیتونیم ما از صفحه تاریخ دور بکنیم و امیال ایرم اگر طالبان ظرفیتی ایره میداشتن که تعامل را با این حامیانشان درست برقرار میکردن و خواسته های مشروعشان را میپذیرفتن حتما اینا اولین کشورهای میبودن که اینا را به رسمیت بشناختن. حالا سوال اساسی را باید سران اداره کابل جواب بده. واقعا اینا آمیان شما بودن، چرا اینا به تشویش افتیدن؟ این خیلی سوال مهم و حیاتی است. اما به ارتباط سوال شما که آیا این توافقنامه صورت میگیره یا نه، در حال حاضر من نمیتونم تایید بکنم که این توافقنامه صورت میگیره یا نه، ولی یک چیزی را که به عنوان یک فرمول کلی میتونیم در موردش بحث کنیم و که کشورهای منطقه ما به خاطر منافع ملیشان هر کاری انجام میدن، مثل که کشورهای جهان به خاطر افزایش قدرتشان و منافع ملیشان کارهای را انجام دادن، پولای را مصرف کردن و هنوز هم دارن هم کار میکنن.
با وجودی که در جمع کشورهای همسایه ما کشورهای آسیای مرکزی کشورها بسیار بی‌طرف و بی‌غرضی هستند، ولی ما دیدیم که در یک سال گذشته ازبکستان از جمله کشورهایی بود که بیشترین چراغ سبز را به اداره کابل نشان داد تا بتواند به تعامل و همکاری دو جانبه ادامه بده. ولی این که چرا به بنبست خورد، دلایلش معلوم است، از جمله وجود تروریستان نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان و راکت بارانی که از افغانستان به خاک اینا شد و همچنان وضعیت تشویش عمومی که جهان و منطقه داره از وضعیتی که در افغانستان جریان داره، اینا همش باعث شده ایره که دوباره کشورهای اعضای شانگهای نگران باشند و آمریکایی ها باعث کسی که به نوعی از آنها با اساس توافقنامه دوحه کمک کرد که طالبان برگردن به افغانستان، فعلا دارن برمیگردن به افغانستان، چی از لحاظ نظامی چی از لحاظ اون هواپیماهای هوایی. ما میخوایم یک چیز دیگر هم اشاره بکنم که اداره کابل و یا حامیانشان همیشه از امنیت سرتاسری حرف میزنن و این را به عنوان یک دستاورد به چشم ما مردم افغانستان که خیلی وطن خدا دوست داره قلمداد میکنن. یک سوال مطرح میشه اوی است که اگر واقعا امنیت سراسری وجود داره، این دستگیری های فراوان، کشته شدن 1500 آدم غیر نظامی، آدمایی که نظامیان پیشین بودن، این کدام امنیت است؟ 1500 نفر در یک کشور مستقل کشته شود، در کجا کشته شده باروسه؟ بله، اعدام شده. اینا منابع معتبر بین المللی اعدام 1500 نفر توسط اداره کابل تایید میکنن. کدام سازمان بین المللی؟ میخوایم واضح‌تر روی این مورد بپردازیم. بله آقای باروس، چون همگی بله تعداد زیاد از این برنامه را میبینن، میخوایم که صحبت ها به شکل مستند باشه. خب این چیزا را که من میگم از خود نمیگم آقای احمدی، چیزا را که من میگم به اساس مطالعاتی که منابع مستقل تایید کردن. بله، ما فقط میخوایم که اون منبع را شما روشن بسازین. حتما من پیشم خدمت شما میگم. بعد اینجا یاد شد که در زمان حکومت سابق که من از منتقدینش بودم، 5-6 تا مقاله در مورد بحران و مشروعیت نظام نوشته. ولی یک واقعیت دیگر هم نمیشه با که ما چشم پت قبول بکنیم که مثلا بیان برای مردم بگن که هر روز در کابل یا در شهرهای بزرگ دیگر مردم با انفجار بیدار میشن. این انفجار را کی انجام میداد؟ شما انجام میدادین، طالبان انجام میدادن. این آدمایی که شما غیر نظامیانی را که در افغانستان در اثر عملات انتحاری کشتین، اینا در یک حکومت اسلامی هم باید جوابگو باشه. اگر شما دشمنی با آمریکا داشتین، اگر شما رقابت با حکومت سابق داشتین، اون بحث جداست. در بین کشته شدگان افغانستان ما تعداد زیادی افراد ملکی داریم که اینا غیر نظامی محسوب میشوند. تشکر. اینا جانشان و مالشان هم از نظر دینی هم از نظر قوانین بین الملل باید مسئول باشه. ممنون، سپاسگزارم. اینا بحثی هست که باید ما به اینا بی‌طرفانه بپردازیم. بله، بسیار تشکر. آقای مجددی هم اینجا با ما پیوستن. آقای مجددی، شما را به بحث خوش آمدید میگم. وزیر دفاع هند قبل از اینکه شرکت بکنه در نشست شانگهای، بر رسانه‌های از این کشور گفته که تمامی همسایه های افغانستان نگران وضعیت امنیتی در افغانستان است. سوالی است که با در نظر داشته که امارت اسلامی بارها از این که قرار نیست کس از آدرس افغانستان متضرر شود اطمینان میده، این اطمینان چرا در بین کشورهای همسایه افغانستان شکل نمیگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با عرض سلام حضور شما میهمانان عزیز در بس و با عرض معذرت از اینکه ناوقته رسیدم به بس، میخوایم به جواب سوال شما قسمی بپردازم که چون عملا کشورهای دنیا با دولت جدید افغانستان تعامل نکردن، به او خاطر نمیتونن اعتماد بکنن، در حالی که عملا در جریان یک سال گذشته اگر شما صادقانه بررسی بکنین هیچ واقعی را ما در بیرون از افغانستان نداریم که او را سازماندهی شه یا رهبری شه از داخل خاک افغانستان کسی کرده باشه. یعنی یک واقعیت عینی عمی است. بله. چون در طول یک سال گذشته هیچ واقعی در سطح کشورهای منطقه یا جهان بله. صورت نگرفته که او از خاک افغانستان سازماندهی شده باشه و کسی او را عملا بله. اما نگرانی وجود داره. آقای بله، نگرانی فرانک مکنزی قماندان پیشین قماندانی مرکزی آمریکا میگه که اگر اجازه دهیم وضعیت در افغانستان به همین منوال ادامه پیدا بکنه، تهدید علیه ایالات متحده آمریکا به اندازه چشمگیر افزایش خواهد یافت. خب ببینین، ما فکر بکنم که زیادتر بحثایی که از طرف ایالات متحده مطرح میشه بحثایی است که در گرو منافع خودش است، در قبال منافع خودش است. بله. در قبال منافع افغانستان و ملت و مردم افغانستان نیست. ایالات متحده آمریکا است که تمام کننده قضیه افغانستان به شمار میره.
ببینین من تو فکر میکنم که بله تا حد مانع بر رسمیت شناخته شدن دولت جدید هم در سطح دنیا همی ایالات متحده آمریکا است و اونا نمیخوان که دولت جدید افغانستان بر رسمیت شناخته شه. بین از یاد رس بررسیش بکنیم که دولت آمریکا با جهان غربی که خود هم مدعی حقوق بشر در دنیا جلوه میتن در پلوی دولت جدید افغانستان حقوق 36 میلیون افغانی را که در داخل افغانستان است یک سال است که نقض میکنن. 22 میلیون را زیر خط فقر بردن، حقوق ما را به عنوان اتباع افغانستان نقض کردن. در سطح دنیا 3.5 میلیارد دلار پول تجار افغان هم منجمد کردن در ضمن پول دولت. آیا این نقض و حقوق بشری در سطح دنیا نیست که آمریکا انجام میتن؟ همیشه سیاست بالای قانون در دنیا سوار بوده، هیچگاه ما در سطح دنیا قانون مدون کتبی را نداریم که بل. کشورهای متخلف بتانیم توسط دو محاکمه بکنیم، مجازات بکنیم و از خودکامگی از اونا جلوگیری بکنیم. آنچه که مهم است اوی از در طول یک سال گذشته اگر یک مورد را میتونن مستند استناد بکنن که از خاک افغانستان سازماندهی صورت گرفته، کدام حمله علی اونا صورت گرفته، در اون صورت باز میتونن نگرانی به جای داشته باشن. این توهم است که اونا خودشان ایجاد میکنن و به عنوان یک ابزار شاخهای مجددی تا حد که واضح آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان پایگاه میخواه که بتونه عملیات ضد تروریستی را در افغانستان انجام بده. خب ببینید، یک از آرزوهای ایالات متحده آمریکا به خاطر داشتن نفوذ بالای آسیای میانه و چین از آسیا، افغانستان در 20 سال گذشته بهترین پایگاه برش بود، نزدیکترین پایگاه برش بود و عملا به خاطر تهدید عمیق دو کشور سالا از این استفاده کرد. حالا که افغانستان دیگه اجازهش نمیده، مجبور است که به فکر بدیل باشه، بدیل باید پیدا بکنه و به همون خاطر ما هم صاحب آرامش نمیشیم. یک واقعیت عینی اینمی است که نباید چشم پوشی صورت بگیره. بدبختانه جغرافیا افغانستان در قسمت از جغرافیای زمین مخصوصا در آسیا قرار گرفته که قلب آسیا است، ورای مواصلاتی آسیای میانه با شرق و با غرب و با تمام دنیا است. شما میفهمین به همین ملحوظ که آمریکایی‌ها پی منافع خود هستند به خاطر داشتن نفوذ بالای کشورهای منطقه، دولت جدید افغانستان از زیر فشار قرار میدن و در پلوی دولت ملت مظلوم و بیچاره افغانستان که تا دیروز با اونا دعوای دوستی داشتن. افغانستان دوست دیرین آمریکا، نمیفهم افغانستان دوست نزدیک آمریکا، امروز همون ملت هم پای ماندن در رویشان. آیا این منطقی است؟ ای عادلانه است که به خاطر تعامل نکردنتان شما با نظام یک ملت زیر پای قرار دادین؟ که نه خیر. خب معلوم دار است که منافع ایالات متحده، پس اگر منافع ایالات متحده مطرح بس میتونه باشه، گذشته از اینکه مسائل داخلی افغانستان چی است، بیاین این قسم محاسبه بکنیم. ما افغانا تعریف از منافع ملی خود ما را در برابر دنیا باز داریم. بله. اگر قرار باشه روزی که آمریکایی منافع ملی خود را تعریف میکنه در پای ایجاد پایگاه در کشورهای منطقه است به خاطر تامین منافع ملی خود و بهانه میکنن، یک توهم ایجاد کردن در دنیا، افغانستان افزار قرار دادن، 36 میلیون انسان حقوقش را زیر پای کردن، مردم افغانستان هم متضرر کردن، 22 میلیون را زیر خط فقر بردن، در این صورت مردم افغانستان هم تعریف از منافع ملی خودشان دارن. افغانستان به عنوان یک جغرافیای واحد مستقل است، متشکل از اقوام است، این کشور کشور کثیر الملیتی است، اما در مقابل بیرونها در طول تاریخ کشور واحد یک بار بوده. سپاسگزار است. ادامه تحول را پس از وقفه دنبال کنید. ادامه برنامه باز هم خوش آمدیم. حقانی صاحب، یک سوال را که آقای بارزان به او پرداختند، بعض کشورهایی که در طول سالیان متمادی از حامیان امارات اسلامی به حساب می رفت و حداقل در طول یک سال گذشته هم یک تعامل روشنتر و معنادارتر هم نسبت به کشورهای دیگر با افغانستان داره مثل روسیه و چین، این کشورها چرا در همچون شستهای اطمینان امارات اسلامی را رد میکنن و میگن که نگران وضعیت امنیتی در افغانستان هستن؟ اول خویا که نگرانی یک چیز هستن و عمل دیگه چیز هستن. اگر تو باشه افغانستانی که فرم سال در 20 سال گذشته آرام بودن و تقریبا ایجا زیاد مردم ها دعوای هزیا هم میکردن که ما واشنگتن و نیویورک را محافظت میکنیم، اگر کدام حمله فرم سال میشد بهترین وقتشان بودن،
چرا که یعنی هر ولایت و هر دره ولسوالی افغانستان تقریبا یعنی یک حاکمیت جداگانه داشتن و فعلا که افغانستان زیر یک سلطه قوی و مرکزی هستن در این صورت خب به هیچ صورت امکان نداره. یک نگرانی فرمثال به خاطر ازمیا میکنه که اهداف شوم خود فرمثال به دست بیارم. به خاطر ازمیا که وقتی که امریکا خو یک چیز باید بگیم که میگه آب زوردار به اصطلاح به بلندی هم میرنی، امریکا حالا باز هم به امو خوب و خیالشان هستن که زور پرمثال از زور استفاده بکنه، لیکن در افغانستان هر چقدر که از زور 20 سال به شمول تقریبا یعنی اعضای ناتویشان ایج استفاده کردن خو نتوانستن. ای که باز پرمثال به شکل یک بهانه نگرانی و یا پرمثال می خواهد که یک پایگاهی برای خود باز پیدا بکنه، اینی پایگاه ها پیش هم داشتن، اینی پایگاه هایی که پرمثال حال هر کشوری که می ته تقریبا داشتن، در چند کشور داشتن، خب هیچ چیزی کرده نتانستن. باز هم بیغیر از یا که فرمثال مانند روسیه واره یا فرمثال پاکستان واره که به امارات ارتباطات نزدیک داره، لیکن باز هم نگرانی از یا او هم که است مجبوریت های از خود داره، به خاطر از امیا که اوجه آنها میفهمه که او چیزی که در افغانستان آنها فرمثال از سوی امریکا یک قسمی کلان نشان داده میشه که داعش است، پدیده ایشان از امریکاست. آنها میتونه که فرمثال حداقل یک جای قسمی که در وقت حکومت جمهوریت از یک جای به دیگر جای میبردن و میوردن، اینی تو کار معمول هست که تا او وقتی که حریم فضایی ما فهمیدم حداقل روابط خوب با روسیه و چین وجود داره. بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه که فعلا چین باشه، به افغانستان وزیر خارجش سفر کرد، نزدیکی های با این کشور داره، اطمینان هم برش داده شده، اما بازم در یک نشست دیگر که افغانستان وجود نداره، چرا نگرانی میکنه از وضعیت افغانستان؟ ما احمدی صاحب سوالتان گرفتم، امی مسئله رو ما میخواستم که واضح بکنم که وقتی که امریکا اینی جا گپ بزنه که فرم سال یا سخن از یا میزنه که ما نگرانی داریم، پس در اینی نگرانیشان چین و روسیه هم اهداف خودش داره، چرا که هیچ گاه یا به این معنا نیست که با امارات اسلامی فرمسال ارتباطات دیپلماتیک و تعاملات سیاسی و اقتصادی و چیزا داشته باشه. هر کشور تقریبا یا سیاست فعلی در دنیا یک قسم حاکم شده تا در او وقتی که فرمسال تا اهداف یا منافع شخصی تان یا منافع ملی همان کشورها محفوظ نباشه یا به دست آورده شده نباشه، هیچ گاه آنها کدام کاری را کرده نمیتونه. به خاطر از امیا که اگر در اینجا امریکا در جستجوی منافع خودشان هستن، چین و روسیه هر چقدر که با امارات جور هست باز هم شریکی به اصطلاح منافع امریکا هستن. چین و روسیه چی هست افغانیسه؟ آنها موضوعات هستن قسمی که روسیه یک جای درگیر هستن و چین در دیگر جای تقریبا درگیر هستن و در مقابلشان امریکا از افغانستان به حیث یک ابزار وار استفاده میکنه. بسیار تشکر. بارس زیاد نمیتونیم به نگرانی های همین کشورهایی که اشاره میکنن اعتماد بکنیم. اینا به خاطر منافع شخصی خودشان یک مورد نگران کننده را به اجرا میگذارن، پیشنهاد میکنن و پس از اون میخواین که به اهداف خود دست پیدا بکنن. اجازه بدین یک کمی با مخاطبای ما صادق باشیم و راست بگویم. در این شک نیست که کشورهای بزرگ جهان و کشورهای منطقه همه دنبال منافع خودشان هستند، منافع ملیشان به اونا قطعی مقدمشان هست و اونا از هر جای تعقیب میکنند، اما معنی این حرف نیست که منافع ملی اینها همیشه در نگرانی از یک جغرافیا یا یک کشور تامین شود. ما بپذیریم نپذیریم یک واقعیت تلخی وجود دارد که آمریکا تصمیم گرفتن که از افغانستان خارج شوند از سال 2010 و بعد. این که در جنگ موفق نشدن این یک بحث دیگه است که به او نمیپردازیم، اما این تصمیم آمریکایی‌ها بود که بعد از این منجلاب از بحران خود را بیرون کنند و کردند. حالا سوال اساسی که مطرح میشه این است که چرا آمریکایی‌ها دوباره علاقه گرفتن که بیان وارد این بحران شود. این سوال به عنوان من میتونه و بسیاری از نگرانی هایی که باز از این جغرافیه متوجه کشورهای منطقه و جهان میشه پاسخ بدن. و همزمان کشورهای منطقه ما هم قسم که شما در سوالتون مطرح کردین، اینها خواهان ثبات در این منطقه هستن، خواهان این هستن که افغانستان کشوری باشه یا
سیطره در اینجا حاکم باشه که از اینجا هیچ نوع ناامنی به کشورهایشان صادر نشود. این ناامنی هر روز داره بود تازه پیدا میکنه. اعلام موجودیت طالبان تاجیکستان، اعلام حضور ترکستان شرقی، اعلام حضور امارت اسلامی قزاقستان و قرغزستان، اعلام حضور حزب نهضت اسلامی ازبکستان، حضور القاعده، حضور داعش، اینا همه نگرانی های هستند کشورهای منطقه ما دارن، یا روابط بسیار تنگاتنگ اعضای تحریک طالبان پاکستان و لشکر طیبه و اینها و طالبان، اینا همه را نگران ساختن. حتی پاکستان و ایران را که اینا هم از حامیان اداره فعلی بودند در گذشته، در حال حاضر ما میبینیم که همه دارن تفاعلی از این که اداره کابل را به رسمیت نشناختن دنبال راه سوم میگردن که حداقل از افغانستان آسیب را ببینن. پس راه حل چی هست؟ راه حل این نیست که ما همیشه انکار بکنیم واقعیت را. بله، پیش از اینکه برای حل اشاره بکنین آقای بارز، همین راه سوم که اشاره میکنین، هدف چی میتونه باشه؟ اصلا راه سوم ممکن در شرایط فعلی افغانستان چی است؟ اجازه بدین که من اتفاقا میخواستم همین راه سوم بگم که راه حل چیست. ما همیشه بیایم در چشم مخاطبان ما خاک بزنیم که چه امنیت سراسری وجود دارد و اینجا مثلا حمایت اکثریت وجود دارد، پس چرا این امنیت سراسری را و این حمایتی که ادعا می شود که مردم از اینا داره ای را مشروع نمی دارید؟ چرا انتخابات یا همپرسی مستقل برگزار نمی کنید که کشورهای منطقه و جهان هم مطمئن شوند که اینجا یک اداره، یک سیستم وجود داره؟ وگمان ما اینا لافای سکی زده می شود، دنبال واقعیت کس نمی رود این کشور. و حرف اساسی دیگه است که اگر ما در افغانستان یک کشوری با ثبات داشتیم، هیچ کس دیگه خواهان ادامه جنگ و بحران در کشور نیست. در حال حاضر شما میبینید گزارشات بین المللی تایید میکنه که در پنجشیر، اندراب، خستفرینگ، بدخشان، تخار، بلخاب، بسیار جاهای دیگه جنگ جریان داره و عملا طالبان اونجا میروند، در جنگ حضور دارند. تا حال ما ندیدیم که اینها بیاین صحبت بکنن با مخالفانشان که بله بارسه بازم میخوایم تکرار بکنم، همون رای سومه که شما به او اشاره کردین که تعداد از کشورها میخواین به نحو را پیدا بکنن چی است؟ رای سوم اتفاقا از روز اولی که اداره کابل وارد افغانستان شده از طرف کشورهای جهان و منطقه بار بار تکرار میشود که حکومت همشمول بسازین، مشروعیت را برگردانین، ولی دوستان ما اینا رو نشنیدن یا توان و ظرفیت فهم زبان دیپلماتیک ندارن. شما ببینین در جهان دیپلماسی وقتی که شما چیزی میتین باید چیزی بستانین. اگر قرار باشه طالبان به این فکر باشن که نه ما آمدیم افغانستان را گرفتیم، هر چی دل ما خواست که در قوانین افغانستان و در قوانین جهانی هم تمثیل نشده اجرا میکنیم، این بگمان ما یک خواب و خیالی است که باعث این نگرانی هم شده. به نظر ما اگر واقعا اینها به افغانستان دلسوزی دارن، رای سوم این است که حکومت همه شمول بپذیرن، انتخابات را برگزار بکنن، مشروعیت را برگردانن، توریست ها و نیروهای نیابتی که در افغانستان مسلح هستن اینا بفرستن به کشورهای خودشان. در غیر آن کشورهای منطقه و جهان هر روز ما فکر میتونیم که دامن نگرانی هاشون بیشتر میشه. ممنون. مجددی سه جوزف ووتل فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا بازم میگه که او فکر میکنه که تروریست ها به مکان امنتر تکیه زدن و افغانستان با این وضعیت هر روز داره بی‌ثبات‌تر میشه و میتونه که برای تمام منطقه به یک مشکل تبدیل شود. منبع و منشأ این نگرانی ها از کجا برمیخیزه؟ از تامین نشدن منافع ایالات متحده در جریان یک سال گذشته بعد از خروجش از افغانستان. البته اینا چرایی هستند که بازنشسته شدن، قبلا ماموریت داشتن. بله، اجازه بدین یک مسئله را به یاد داشته باشین. بجز افغانا که اکثرا نه، یک گروه کوچکش ابن الوقت هستند، با وقت حرکت میکنن، رنگ بدل میکنن. برای یک آمریکایی ولو که او دموکرات باشه، جمهوری خواه باشه، نمیفهم بازنشسته باشه یا برحال باشه یا نظامی باشه یا اقتصاددان باشه یا سیاستمدار باشه، جز منافع ملی آمریکا دیگه چیز مطرح بس نمیتونه باشه. باید داشته باشین انعکاس دادن منافع ملی خود از آینه های متفاوت، اینا منافع ملی خود انعکاس میتن و دنیا هم دعوای ابرقدرت بودن و برتر بودن به همین لحاظ میکنن، چون
پالیسی مدون از قبل طرح شده دارن و در دنیا هر کسی که میه امور را میخواهم مطرح بکنه. ببینید آنچه که مهم است یک طرف قضیه ابراز نگرانی دنیا است، طرف دوم قضیه واقعات عینی افغانستان است. حالا شما یک قسم محاسبه بکنین، یعنی چه فکر میکنین که نگرانی های دنیا به موجب است؟ اجازه بدین ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، اونا بر مبنای معیارهای شخصی خودشان سنجش میکنن، ما بر مبنای معیارات شخصی خود ما سنجش میکنیم. باید داشته باشین هر آینه دو روی داره، هر کس طرف خود جمع میبینه. ما نمیتونیم که ادعا بکنیم که اونا غلط میخواین بگن و نمیتونن اونا ادعا بکنن که ما غلط میخواین بگویم. ما افغان ها به عنوان ادبای کشور حقیقت چیه؟ در پی تامین منافع ملی افغانستان باید باشه. مجددی که کی راست میگه و کی دروغ میگه، حقیقت چیه؟ ببینید حقیقت همین است که در جریان یک سال گذشته اگر تحرک از افغانستان صورت گرفته در یک نقطه از دنیا، او باید مستند گفته شود برای دنیا. بله ببین او باید مستند ساخته شود، مستند نشان داده شود تا اینکه این توهم و توحش به واقعیت تبدیل شود. اگر وجود نداره پس ابراز نگرانی کردن منطقش چی است؟ منطقش نقض سری حقوق بشر در افغانستان، منطقش نمیفهم محکوم کردن ملتی که سالهای سال به عنوان یک جغرافیای سالدوز در دنیا زندگی کردن. حالا بس اینجا هست. ببینین جناب احمدی گرامی، اگر قرار باشه که واقعیت ها را بخواهیم انعکاس بدهیم، واقعیتی است که تا امروز مورد مستند اگر وجود می داشت دنیا بار بار چیکش می زد که ندارن. همیشه ابراز نگرانی کردن. تا چی وقت نگرانی؟ ده سال که با شما مشکل ایجاد نشد بعد از یک سال هم نمیشه. بیاین به عنوان کشورهای دوست، به عنوان کشورهای منطقه، بیاین با افغانستان دست بتین، با ملت افغانستان دست بتین، شکررنجی هایی را که بین اتباع افغانستان وجود داره ای را از بین ببرین، بیاین من و تو را ما بسازین. اگر واقعا شما یک سیطره حاکمیت واقعی را در افغانستان میخواین، برعکس با برخلاف گفته های میمان عزیز شما، بله همین دیدگاه شما را می داشته باشیم آقای مجددی. زمان دکتر نجیب باید فرصت تمام است، بازم به شما برمی کردم. در حال حاضر وقفه کوتاه. باسم خوش آمدین ادامه صحبتایتون آقای مجددی. ببینین اگر شما واقعا میخواین بگوین که کشورهای منطقه پای ایجاد ثبات و ایجاد یک دولت قوی مرکزی در افغانستان هستن، در طول تاریخ ثابت شده که کشورهای منطقه همیشه حکومت مرکزی ما را تضعیف کردن، همیشه مشکل ایجاد کردن، جنای مخالف حکومت ما را جای دادن و هیچگاهی نخواستن که در افغانستان یک حکومت وجود داشته باشه. بنان امروز بر ادبای افغانستان واجب است بدون در نظر داشت مسائل سمتی، قومی، ملیتی، مذهبی، زبانی، بیاین گرد هم جمع شوند. ببینین وقتی که ما حکومت همه شمول میگیم، حکومت همه شمول مفهومش این است که پشتون، تاجک، ازبک، هزاره بیاید. دستای حقوق اساسی تعریف خود داره حکومت همه شمول. حکومت همه شمول به حکومت اطلاق میشه که افراد و اشخاص با ذهنیت های متفاوت بیاین یک چارچوبی را ایجاد بکنند که دو منافع ملی یک کشور را تعریف کرده بتانند. ما همیشه وقتی که حکومت همه شمول میگیم این قسم وانمودش میکنیم باید اقوام بیاده ای حکومت بکنه، در حالی که این حکومت معنای حکومت همه شمول دستای حقوق اساسی نیست. هر کسی که این قسم تعریف میکنه اشتباس. حکومت همه شمول او حکومت است که افراد و اشخاص با ذهنیت های مختلف بیاین در گرد میز بشینن راه حل پیدا بکنن. ببینین ما خواهشم از دولت افغانستان یک جانب قضیه، از ادبای افغانستان جانب دوم قضیه، از هر دو جانب میخوایم. از دولت افغانستان میخوایم که آغوش خدا باستر بسازه، کار به اهلش بسپاره، کادرهای صادقی وطن بخواه، از اونها استفاده بکنه، پالیسی ترتیب بکنه، برنامه ترتیب بکنه و به عنوان یک حکومت مقتدر وارد قضیه شود. از ادبای افغانستان مخصوصا سیاسیون گذشته میخوایم بیاین به یاد خدا بگذرین. امروز 103 سال از استقلال افغانستان میگذره، یک روز افغانستان شایدی نبوده که در اینجا صلح حاکم حکومت داشته باشه، به استثناء زمان شاهی و هم بسیار میاد کم، مطابقش همیشه تشنجا بوده. بیاین بحران رای حل نیست، جنگ رای حل نیست، کشتن هموطنتان رای حل نیست، گرد یک میز بشینین بر مبنای مفاهمه، بر مبنای تفاهم مشکلات نشان بکنیم، نشانی بسازیم، راه حل برش بسنجین، پالیسی تیار بکنین، طرح تیار بکنین، حکومت موجوده را حمایت بکنین. ببینید در طول 100 سال گذشته ما 4-5 بار باعث شدیم که نظام ما از بین بره، 5 بار مثل مورچه از سر شروع کردیم. آیا بسنده نیست؟
آیا شرم‌آور نیست که یک بار دیگر در سطح منطقه باز ما بهتر نوشت خدای ناخواسته شویم؟ ما امیدوار هستیم که او روز دیگر نرسه، ما امیدوار هستیم دامنه جنگا گسترش پیدا نکنه، تمام اتباع افغانستان صادقانه بیان گرد میز بشینن، اگر مشکل در دولت فعلی است از طریق تفاهم حل شوه، بیاین صحبت بکنن، بیاین راه حل بسنجن و بهانه را به دست خارجی آنتن. ببینین شما از نارضایتی یک فرد افغانستان میدیای بین المللی استفاده سو میکنن، انعکاس غلط میتن، والله العظیم قسم میخورم به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک عضو امارت، به عنوان یک شهروند افغانستان، والله العظیم که امروز هم امارت اسلامی حاضر شه منافع همی آمریکایی به حیثیت جانخوار تامین بکنه، حقوق زن مطرح نخواهد شد، مکتب دخترانه مطرح نخواهد شد، حقوق بشر مطرح نخواهد شد، اینمی حکومت رسمیت پیدا میکنن. اما اینا که تعریف منافع ملی را در یک سال دارن میکنن، محکم گرفتن منافع ملی افغانستان هم میخواهن صحبت بکنن، لجرگی شرموار 2014 را تکرار نمیکنن، در اون صورت ببینین که چقدر مردم افغانستان زیر تشکر مجدد سیب. حقانی سه فرصت اندک از میخوایم بحث جنبندی بکنم. حالا فرض کنیم که بر اساس همین یافته های شورای امنیت ملی روسیه، آمریکا تانست یکی از کشورهای همسایه افغانستان رو متقاعد بکنه که برش پایگاه بده و حملاتش را بالای افغانستان آغاز بکنه، واکنش چی خواهد بود؟ اول خویا احمدی سیب که امریکا یعنی از 20 سال گذشته تقریبا درس گرفته و هیچگاه بازی تو نمیکنه، بخاطر از امیا که اگر باز امریکا جنگ از سر آغاز میکنه، یعنی باز 100% امی آتش باز به دیگه جای ها هم تقریبا منتشر میشه. یک موضوع اول او کشورها را پر مثال هدف میگیره که نزدیک هستن یا پایگاه هایشان هستن که آنها تقریبا ما شما عملا میبینیم که هستن. و باز امریکا یک چیز دیگه هم هستن که تقریبا در توافقنامه دوحه اوجا عملا تقریبا چی شده به اصطلاح توافق صورت گرفته که هیچ گاه یعنی نقض به صورت نگیرن. این که امریکا با بارها توافقنامه دوحه را نقض میکنه و هر بار امریکا را تکرار میکنه، خوی یک روز به این حالت میرسه امریکا که در درون کشور خودشان هم مردم در مقابلشان میخیزه، چرا که امو جنگی که 20 سال پر مثال در ایجا در افغانستان با یک نام و بنام پر مثال بنام اسامه و بنام پر مثال فلان بستان تقریبا از بین بردن مواد کشت مواد مخدر و چیزا را شروع کرده بودن، آنها هم هدفشان برست نوردن. خود در ایجا نه تنها خواسته امریکاست بلکه یگان کشورهای همسایه ما هم که آنها مغریز هستند. پیش هم گفتیم که مغریز هستند به خاطر از امیا که قسمی که مجدی سی فرمودن که فرمایشاتشان دیگه عملی نمیشه، وقتی که فرمایشات کشورهای یگان کشورهای همسایه مغریز هم در اینجا عملی شوه، آنها میتونه که امریکا را راضی بازی بکنه که هیچگاه بازیجا کدام حمله یا چیزی کار نکنه. یک موضوع و یک موضوع دیگه یا هستن که یگان کشورهای همسایه که آنها هم فیمانان یا زیر سلطه امریکا هستن، آنها ترسی از در اینجا یک از تشکیل یک حکومت تقریبا قوی و قوی اسلامی به سطح جهان داره، به خاطر از امیا که میترسه که پر مثال قسمی که شما یادآوری کردین که اگر اینجا یک حکومت اسلامی قوی وجود داشته باشه، شاید که پر مثال افراد یا گروه هایی که یا بلخصوص گروه های کشورهای همسایه ما شما مانند که غرزنگ های مختلفی هستن، شاید جا بجا شون باز یک وقت سر از امیا حمله بکنن. یک قسم یک چیزا هستن فرض مثال اینی نگرانی ها هستن که امریکا را هم وادار بازیا کرده که عمل بکنه، یعنی امریکا خودشان تقریبا شکست خود پذیرفته و هیچگاه شاید باز اتو جرأت نکنن. بارسر بس شما میخوایم بپرسم که چقدر موافق هستین که امریکا دیگر جرأت نمیکنه همچو حمله های را مثل حمله که چند روز پیش در افغانستان انجام داد بازم انجام بده؟ بستگی داره به نوع تعاملاتی که در افغانستان پیش می روه و به نوع وضعیتی که پیش می آید. اگر قرار باشه آمریکایی ها احساس بکنن که باز هم اینجا گروه هایی که در سازمان ملل متحد باعث گروه های تروریستی شناخته می شود فعال هستند و میتونن اهداف متحدین آمریکا را و اهداف خودشان را ضربه بزنند، قطعا ما میتونم پیش بینی کنم که این حملات صورت میگیره. افغانستان نه یک حکومت مشروع داره و نه سیستم دفاعی داره که بتونه از خاک افغانستان دفاع کنه، بنابراین یک کشور بیدر دروازه هست، نه تنها آمریکا که حتی کشورهای همسایه ما بتونه هواپیما و پهباد بفرسته، هیچ کسی هم نمیتونه مانع شوه. مثل که در گذشته ما اخبار داشتیم که پاکستان یکی دو سه بار هواپیماهاش جنوب افغانستان را بمبارد کردن و همچنین در طرف غرب افغانستان که
در مرزها درگیری شد، ما دیدیم که چی عکس العمل نشان داده شد. حداقل این موضوعاتی هست که ما نمیتونیم پنهان بکنیم، ولی واقعیت دیگه است که امریکا و جهان خواهان ادامه بحران در افغانستان نبودن و نیستن، و یکی بحران ایجاد میشود، ما فکر میکنم بیشترین مسئول بحران کسانی هستند که در این جغرافیا تشکر ادامه حاکمیت نامشروع دارند. اگر این ادامه حاکمیت به مشروعیت تبدیل نشود و اعضای گروه های تروریستی که ازش نام برده شد تا اینجا هنوز هم ادامه پیدا کنند، افغانستان به حیث یک زون بحرانی و بی‌ثبات باقی میمانند. شاید چیزهای رخ بده که اصلا از الان قابل پیش بینی هم نیست. بسیار تشکر. فرصت اندک است مجددی صاحب، من آخرین پرسش از شما میخوایم بپرسم. واقعا حالا فرض بکنیم که یا آمریکا یا هر کشور دیگه حملاتشان را انجام بدن یا آغاز بکنن مبنی بر این که اینجا حضور گروه های تروریستی در افغانستان است، چه کار کرده میتونه؟ ببینید، من فکر میکنم که جنگ به نفع هیچ کسی نیست، یاد داشته باشین. بدون شک که جنگ به نفع کسی نیست، اما اگر آتش جنگ در افغانستان برانفوخته شد، بالای مناطق مرزی افغانستان حمله کرد، رزمایش قابل توجه روسیه در مرزهای شمالی افغانستان انجام داد، تیاره های نظامی ازبکستان وارد افغانستان شدند، بدون شک که جنگ به نفع کسی نیست، اما همچو عملکردهای را شاهدش بودیم. اجازه بدین همین مسئله را این قسم محاسبه میکنیم که هیچ گاهی باید داشته باشین. اگر جنگی بر داخل افغانستان شروع میشه، سیطره جنگ تنها به داخل افغانستان نمیمونه، دامنگیر کشورهای منطقه هم میشه، دامنگیر کشورهای جهانی هم میشه، و ما امیدوار هستیم که هیچ فرد یا گروهی علاقمندی نباشه که یک بار دیگه جنگ در افغانستان تکرار شود، چون افغانستان خسته از جنگ است. چند صد سال گذشته را ما یک روزش به صلح و ثبات سپری نکردیم. ما امیدوار هستم که از در تفاهم بتانیم که این قضیه را با این کنار بیاییم در سطح دنیا. ما امیدوار هستم که دولت جدید افغانستان هم با تعریف از منافع ملی و با تعریف واضح از ارزش‌های اسلامی بتانه که زمین تعامل رسمی را با دنیا باز بکنه، و امیدوار هستم که دنیا هم بتانن با مردم و ملت افغانستان و دولت افغانستان تعامل رسمی بکنن و جنگ از اینجا شروع نشه تا اینکه تمام دنیا در آتش جنگ خواهد سوخت. سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم، هر یک آقای حامد عزیز مجددی، استاد پانتون اینجا در استودیو، آقای مفتی محمد ناصر حقانی تحلیلگر مسائل نظامی همچنان در استودیو، آقای دکتر عزیز احمد بارز آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ از لندن با ما وصل بودند، و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.